ویژگی البرز رو می‌خوایم بررسی بکنیم. خب البرز در واقع در لبه جنوبی دریای خزر بین دامنه شمالی و دامنه جنوبیش تفاوت وجود داره. در عملاً دو تا دنیای متفاوته. یه بخش سرسبز و بسیار خوبی است و بخش دوم نواحی خشک داخلی. گفته رطوبت دریای خزر، این توضیح دادم براتون، بر دامنه شمالی رطوبت دریای خزر به شکل برف و باران می‌باره و رودهای فراوان رو پدید میاره، اما در دامنه جنوبی بارش بسیار کمه و پوشش گیاهی هم ناچیزه. شما همین کوه تهران نگاه بکنید اینو کاملا میتونید بفهمید. زاگرس هم باز همین وضعیت رو داره. چین خوردگی زاگرس در امتداد شمال غربی از مریوان به سمت جنوب شرق شمال تنگه هرمز میاد. من تصویرش رو به شما بدم. بله، اینجا از مریوان در واقع شمال غربی شروع میشه، میاد به سمت جنوب شرقی، در حدود تقریبا اینجاها چین خوردگی زاگرس ببینید بالای اینجا تموم میشه. خب وضعیت زاگرس چجوری؟ اولا خیلی کوههای زاگرس منظمن، یعنی واقعا وقتی که شما سفر بکنید برید ببینید، واقعا انگار که دیوارهایی رو ایجاد کرده مثلا انسان، انگار که خدا با خطکش مثلا اینها رو کشیده. اغلب چین خوردگی منظمن، محورهای موازی دارن، جنس سنگ‌ها رسوبی و آهکیه و در نقاطی هم هستش که توده‌های به اصطلاح در واقع حاصل از آتش فشان توده‌های آذرین در طرف همدان بروجرد به چشم می‌خوره. در اشتگوه زاگرس در امتداد شمال غربی جنوب شرقی یک گسل هم وجود داره که خب باعث مثل جابجا شدن و شکستن لایه‌ها شده، در واقع گسلی که در این طول به وجود اومده. همونجوری که می‌بینید از جهت ارتفاع در واقع ما توی این سطوح در واقع 4000 متر، 3000 متر، 2000 متر این بخشا رو در واقع ما به شدت در واقع داریم و هرچی میایم به سمت پایین‌تر ارتفاع در واقع کمتر میشه به این نقاط که میرسیم تا خود سطح دریا در واقع برسیم. خب از جهت تقسیمات زاگرس دو بخش ما داریم. یکی زاگرس جنوب شرقه که دره‌های باز داره و دشت‌های وسیع در میان رشته کوه مثل مردش و دشت ابراهیم آباد. من زاگرس جنوب شرق رو شما نشون بدم، این بخش در واقع منظور هستش، جنوب شرق که اینجا به سمت مردش و ابراهیم آباد در واقع در این بخش که به سمت شیراز هستش در واقع شکل میگیره. دره‌های باز، دشت‌های وسیع. از سمت دیگه زاگرس شمال غربه که مثل یک دیوار در مقابل نفوذ توده‌های هوای مرطوب که از سمت مدیترانه اقیانوس اطلس میان در واقع شکل گرفته و قله‌هایی مثل زردکوه و دنا هم داریم که بیشتر سال در واقع پوشیده از برفه. خب کار کشاورزی هم میشه انجام داد قاعدتا به خاطر اینکه رودهایی که از اینا در واقع جاری میشه میاد و به صورت به اصطلاح آبروف در واقع اون به اصطلاح فرسایشی که میدن حاصلش رو پای کوها میذارن، مثلا دنا و زردکوه. پس برای این رودها در واقع عمدتا رودهای پرآب ما از همین زاگرس در واقع سرچشمه میگیرن، میان به سمت جلگه‌ای مثل جلگه خوزستان و این جلگه‌های در واقع ساحلی رو میبینید که ایجاد میکنن. اینا این بخشا عمدتا جلگه‌های ساحلی است در واقع. خب برای این کار کشاورزی میشه اینجا انجام داد. برای این بیشتر رودهای پرآب مال ارتفاعات زاگرس هستن، همونجوری که عرض کردم، مثلا رودهای کارون، جراحی، کرخه، زهره و اینها که عمدتا میان به جلگه خوزستان. میدونید خب یکی از جهات کشاورزی مناسب ترین جلگه های ما برای کشاورزی هم جلگه خوزستان است. از جهت مناطق پست و هموار ما یکی دشت ها رو داریم. تعریف دشت این هستش که یک سرزمین همواری است که یه حصار کوهستانی درش دور و برش هست و معمولا یکی یا دو تا رود یا چند تا رود بهش وارد میشن. دشت های در واقع عمده ما دشت کویر و مثلا دشت لوته که وسیع ترین دشت های ما هستن و وسعتشون البته فرق میکنه دشت های مختلف ما. مشکل دشت ها چی هستش؟ میزان باران به ویژه حالا در دشت کویر و دشت لوت کمه، تبخیر هم زیاد، در چه باعث میشه شورزارهایی در دشت کویر ایجاد بشه و واقعا این منطقه بسیار خشک و از جهت کشاورزی نامناسب رو ایجاد بکنه. دشت ها در واقع یه مشکل بزرگ دیگه که ایجاد میکنن اختلاف تابستون و زمستون هست. دمای بسیار زیاد، در واقع تفاوت اختلاف شدید بین این دوتا نقطه تو بیابون بسیار بالاست، به خاطر همین رویش گیاه هم به شدت بسیار مشکل داره و فرسایش باد هم که شدیده و خاک رو به شدت فرسایش میده از طریق بسیار باد. در نواحی دیگه مثل غرب کشور به خاطر رطوبت و اینها ما البته دشتای سرخیز مثل مایه دشت داریم. میتونید حس بزنید این قسمت به خاطر چی هستش دیگه؟ به خاطر اینکه پشت زاگرس در واقع قرار میگیره. از جهت جلگه ها ما سرزمینی پست و هموار داریم که از خب جلگه تعریفش این هستش دیگه، از یه طرف به سمت کوه ها، از یه طرف به طرف دریا، این میشه جلگه در واقع. مثلا جلگه ساحلی فرض بکنید گیلان مثلا. جلگه های ساحلی نتیجه رسوب گذاری رودخونه است. رودخونه‌ای که میرن به سمت دریا اینا رسوب گذاری میکنن و جلگه ها را به وجود میارن. خب البته جنس خاک و آب و هوا اینها هم در وسط جلگه ها بسیار تاثیر داره. میدونید که معمولا اینا خیلی مناسب است برای کشاورزی. ما یه جلگه ساحلی خلیج فارس دریای عمان داریم که تقریبا 1500 کیلومتر از مصب اروندرود تا
مرز پاکستان امتداد داره. جلی ها معمولا کم عرض و باریکن، ولی خب خاک خیلی خوبی دارن، حاصل خیزن. حالا جلگه خوزستان رو به طور اخص مثال بزنیم، وسعت چشمگیر داره، تقریبا بهترین جلگه مسازیت کشاورزی در جنوب غربمون و در ادامه جلگه ساحلی خلیج فارس. مشکلی که در واقع ما داریم در جلگه خوزستان در طول ساحل با توجه به اقلیم خشک و خاکای نامناسب رودهای فصلی، در واقع رودهای فصلی که هستن و در یه مقطعی فقط آب دارن، زمینه بسا فعالیت رو برای کشاورزی ایجاد نکردن توی بحث بسا ساحل. البته این بعد از جلگه خوزستان هستش، خوب دقت بکنید. بنابراین غیر از جلگه خوزستان در ادامه وقتی که وارد میشه میان در بالای حاشیه در واقع خلیج فارس، من برگردم دوباره به تصویر قبلیم و بتون نشون بدم این رو، ما این آب‌های فصلی رو در واقع حالشون اطلاعات زیاده میده. بله ببینید، ما اینجاها در واقع خیلی مشکل نداریم، اما این بخش همینجور که میاد به سمت در واقع نوار شمالی خلیج فارس و دریای عمان میرسه، این بخش های مشکل خیلی بزرگ داره. رودهای فصلی و کم آبی، تبخیر زیاد به خاطر گرما و مجاورت در واقع مدار رأس و سرطان باعث میشه که اینجا دیگه نشه که کشاورزی خیلی اتفاق بیفته. بیشتر اینجا به خاطر در واقع این مسئله جلگه های ساحلی کشاورزی درشون نمیشه و مردم بیشتر اشتغال دارن به ماهیگیری و صید ماهی و اینها، و این یکی از مشکلاتی است که در واقع ایجاد میشه. بنابراین ما سرزمینی هستیم که با وجود اینکه کشاورزی درش هست، اما متاسفانه در بخشایی به خاطر مشکلاتی مثل همین مسئله که عرض کردم، یعنی رودهای به اصطلاح فصلی، مشکل داریم. در واقع همونجوری که میبینید در واقع میگه که به جز جلگه خوزستان در طول سوال دریای عمان و خلیج فارس، زمینه فعالیت چشمگیر برای کشاورزی ما متاسفانه نداریم. در سمت دریای خزر با شرایط مطلوب تری داریم. البته قسمت نوار ساحلی دریای خزر در واقع که بالای کوههای البرز میفته بسیار سرسبز، بارش‌های خیلی زیاد داره، عمدتاً هم به خاطر وجود البرز هست و اینکه باعث میشه که هوا در واقع هوای خیلی مرطوب و در این حال خنکی نسبتاً باشه، معتدلی باشه و پربارش، و این برای کشاورزی هم بسیار مفید. خاک‌های آبرفتی داریم، رطوبت کافی و دمای مناسب، که البته حالا توریسمی که امروز وجود داره مقدار آسیب زده به این مسئله کشاورزی در اون منطقه. بحث دیگه‌ای که راجع به جلگه‌ها داریم این هستش که توسعه جلگه‌ها تو سواحل شمالی بیشتره، به خاطر اینکه اونجا آب و هوای مرطوب‌تری داریم نسبت به سواحل جنوبی. ما جلگه‌های ساحلی رو البته می‌بینیم که معمولاً توی قسمت شمالی کشور پیشرفتن توی دریا، یعنی رسوب‌گذاری رودها باعث میشه کم کم دریا انگار عقب‌نشینی بکنه و خاک بیشتری در واقع اونجا بمونه و به نوعی انگار خشکی داره در دل دریا پیشروی می‌کنه. البته دریایی که منظورم دریاچه خزر هست دیگه. اینجا یه نمونه جلگه‌های ساحلی، جلگه ساحلی گیلان هست که از همین نمونه‌ها رو در واقع می‌تونیم که بگیم. ببینید جلگه‌های ساحلی رو یه نگاه بهش اینجا در واقع میتونیم بندازیم، جلگه تلخرود، جلگه گرگان و خزر، این کلا نوار ساحلیه دیگه. حالا جلگه گیلان هستش و خزر و گرگان، جلگه خوزستان که گفتیم خیلی از جهت شرایط میبینید وسعتش هم بیشتره، وسیع‌ترینه، جلگه‌های کناری خلیج فارس، جلگه میناب و اینجا جلگه‌های باوکلات و جلگه کناری دریای عمان رو بررسی می‌کنیم. خب از جهت آب و هوای کشور ما، خب عنصر اصلی در تشخیص آب و هوا همونجوری که میدونید بارش و دما هستن. از جهت تنوع آب و هوایی در واقع ما عوامل مختلفی داریم. یکی بحث عرض جغرافیایی است. در واقع زاویه تابش خورشید به شدت مؤثره در وضعیت جغرافیایی. خب ما چون توی 25 درجه تا 40 درجه عرض شمالی قرار گرفتیم، قسمت‌های جنوبی که مدار مثلا نزدیک مدار رأس و سرطان است، تابش آفتاب مستقیم‌تره. برای همین ما گرمای بیشتری سمت جنوب داریم. تو جزایر خلیج فارس یا خود نوار مثلا بندرعباس و اینا، حاشیه در واقع خلیج فارس و دریای عمان، میتونید این گرما رو به شدت ببینید. در عوض وقتی میریم به سمت بالاتر، چون تابش مایل‌تره، همونجوری که میریم به سمت گوشه‌های گربه، در واقع میریم به سمت دریاچه خزر، همونجوری که دقت کردید حتماً یه مداری تابش در واقع مایل تره و به خاطر همین دما کمتر میشه. برای این تقریبا نوع به اصطلاح تابش رو اگه دقت بکنید بیشتر توی این حوزه هست که سنگینه. هرچی میریم بالاتر اینجا زاویه در واقع تابش یه مداری کج میشه و این باعث میشه ما اینجا در واقع گرمای کمتری داشته باشیم و خب هوای متعادل‌تری داریم. از اینجا یه استنباط هم میشه که بیشترین جمعیت ما معمولا توی این قسمت شمالی، یعنی عرضه جغرافیایی هرچی، چون میدونید عرض صفر استواس و بعد میره بالا. ما عرضه جغرافیاییمون از اینجا که در واقع شروع میشه، وقتی میریم به سمت بالاتر، هر چی میریم عرضه بالاتر، شهرهای بیشتری داریم، چون آب و هوای بهتری داریم. این زاویه تابش و به اصطلاح مسئله بارش و مسئله کوهستانا باعث شده که در این مناطق ما بیشتر جمعیت داشته باشیم، شهرمون بیشتر تو این نقاط در واقع جمع شده. خب مسئله بعدی ارتفاعات هست. اینم خب خیلی مهمه، چون وجود ارتفاعات باعث میشه که تعدیل بشه آب و هوا و
یه مقداری در واقع بارش‌های بیشتری ما داشته باشیم، رطوبت بیشتری داشته باشیم، این خودش مناسب‌تر می‌کنه آب و هوا رو برای زندگی. بنابراین ایران با وجود منطقه خشک و بیابانی قرار گرفته، ولی ارتفاعات باعث تعدیل دماش میشه، یکی از سوالاتی که قبلا به صدر کنکور هم بهش اشاره شده. بعد مسئله بعدی دوری نزدیکی به دریاست که البته میتونه حالا در نواحی مختلف تاثیرات مختلف داشته باشه. ببینید مثلا نواحی داخلی ایران هم دورن از دریاها، خشکن، هم اختلاف دماشون خیلی زیاده، ولی جلگه‌های کناره به خصوص تو دریای خزر به خاطر وجود رطوبت دریا و اون مسئله کوهستان‌ها یا آب و هوای خوبی پیدا کردن. حالا مثلا در جنوب، نوار جنوبی ما این مسئله نداریم چون کوه‌ها کمتر تاثیر اینجا دارن، خشکی آب و هوا نداریم، رطوبت داریم، اما گرمای شدید هم داریم. این اثر در واقع مدار رأس و سرطان هست. بنابراین ما در واقع بهترین ترمن آب و هوا، معتدل‌ترین آب و هوامون رو در جلگه‌های کنار دریای خزر داریم، هم رطوبت دریا رو داریم، هم تابستان‌ها و زمستان‌های معتدل و هم بارش زیاد. برای کشاورزی مناسب، برای زندگی هم بسیار مناسبه. در قسمت جنوب همونجوری که عرض کردم تاثیر چندانی دریاها ندارن و فقط تو بعضی از ماه‌های گرم بادهای موسمی می‌وزن، ولی بیشتر در واقع اون خشکی که از قسمت‌های نوار ساحلی که بگذریم به سمت بالا بریم، خشکی مجاورت مدار رأس و سرطان اشکال ایجاد کرده. خب توده‌های هوایی کشور ما چیا هستن؟ یکی توده‌های سرد و قطبیه که در فصل سرد از نواحی سیبری و آسیای مرکزی در واقع وارد کشور ما میشه. یکی تو دوای مرطوب موسمی است که برخی از سالا در تابستان میاد، از سمت به سال جنوب شرقی اقیانوس هند میاد، در واقع موجب ریزش رگبار میشه. تو دوای مرطوب غربی رو داریم، از دریای مدیترانه اقیانوس اطلس رطوبت رو به داخل کشور میاره و در فصل زمستان برف و باران تولید میکنه. و تو دوای سودانی که باز در فصل زمستان رطوبت دریای سرخ رو میاره و باعث بارندگی میشه. اجازه بدید که آخری رو هم نگاه بکنیم. تو دهوای گرم و خشک که از سمت عربستان میاد، هوای بسیار سوزانی رو در واقع وارد ایران میکنه. خب سرد جنب قطبی همونجوری که دیدیم از سمت سیبری و اینها میاد، هوای مرطوب موسمی از در واقع جنوب شرق میاد. تو دهوای مرطوب مدیترانه که رطوبت رو به این سمت میاره، تو دهوای سودانی و تو دهوای گرم و خشک که از سمت عربستان در واقع وارد میشه و اثرات خاص خودشون رو اینها برای بارش و حالا سرما مثلا یا گرمای شدید دارن. در واقع نکته آخر این که ما مرکز کم فشار پرفشار رو تعریفش رو بگیم، توده‌های عظیم هوا هستن که در مسیرهای خاص شروع به حرکت میکنن، حالا ممکن رطوبت داشته باشن یا خوش باشن و هوای مناطق رو موقتا تحت تاثیر قرار بدن. واقعا مطالب فکر میکنم که زیادی رو داشتیم، اطلاعات خیلی زیادی رو سعی کردیم تو مقطع زمانی کوتاه بهتون بدیم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و بتونید استفاده بکنید. حتما دو سه بار دیگه این مطالب رو مرور بکنید، به ویژه اینکه من سعی کردم که هر جایی که دارم توضیح میدم برگردم و رو نقشم براتون این رو بگم که بیشتر و بیشتر مطالب براتون انشالله جا بیفته. تکرار بکنید حتما مبحث رو و در واقع مورد استفادهتون خواهد بود. یادتون باشه که یکی از مباحث بسیار مهمه درس ما همین درس دو بود توی جغرافیای سال دوم.